تو دوران نوجوانیم یه مدتی یه برهه از زمانی بود که فاصله گرفتم از این خاندان، از اهل بیت فاصله گرفتم. این موضوع گذشت تا یه سال ما محرم بود، تو همون حالت جوانی و جاهلی خودمون اومدیم دیدیم هیئت محلمون اون روزه‌ای که میخونده شب عاشورا بود، خیلی به دل من چسبید اون روزه، یعنی واقعا منو جذب خودش کرد. بعد دیگه ما اومدیم همون شب وارد هیئت شدیم، ما دیدیم هیئت داره میاد بیرون ولی علمو نمیارن بیرون. رفتم سریع به همون بانی هیئتی که جلوی دسته بود، گفتم علمو چرا نمیارین؟ گفت والا علم کش اون دیشب با موتور دیروز با موتور خورده زمین، پاش آسیب دیده، نمیتونه علمو بلند کنه. ما هم با همون لهجه با همون حالت خودمون جوونه خودمون گفتم خب ما که نمردیم که، ما جوونا هستیم دیگه. گفت آخه اولین بارت علم تالا بلند کردی؟ گفتم علم بلند نکردم، تالا اولین بارمه، درسته، ولی خب حضرت عباس خودش کمک میکنه. جمله گفت خیلی جمله قشنگی گفت، گفت اگه اولین بارت زیر بیرق حضرت عباس، زیر علم حضرت عباس میری، هر حاجتی داری از خود حضرت عباس بگیر حاجتتو، مطمئن باش حاجتتو بهت میده. ما این علمو بلند کردیم، ما همجوری آروم آروم که گرفته بودیم تو دستمون داشتیم میومدیم، دیگه من صدای مداح و صدای طبل و زنجیر اینا رو من دیگه نمیشنیدم. یعنی تو عالم خودم داشتم با اهل بیت، با حضرت عباس، با امام حسین داشتم فقط صحبت میکردم. به حضرت عباس گفتم که از سمت مادری من سادات حساب میشم، خیلی دوست دارم شما رو عمو جان صدا کنم. عمو جان من از امشب اومدم قول میدم دیگه بر نگردم به گذشتم، با اون کارهایی که میکردم دیگه بر نگردم، میخوام بیام تو زندگی، میخوام بیام تو خط. یا علی میگم به شما دست میدم، این دست منو تا آخر عمرم از دست خودتون جدا نکنید، منو تا آخر عمرم پیش خودتون نگه دارید. که الحمدلله همینم شد دیگه، واقعا کمکم کردن اهل بیت اون سال، حضرت عباس، امام حسین، اون سال دیگه ما زندگیمون تغییر کرد. اون سال ما ازدواج کردیم، صاحب زندگی شدیم دیگه، افتادیم تو خط زندگی دیگه.